دوستان درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من علی هستم. ویدیوی جدیدی براتون آماده کردم درباره جاذبه های توریستی و مهمترین اماکن توریستی شهر لاس وگاس که هر موقع تشریف بردید به این شهر بتونید از وقتتون بهترین استفاده رو ببرید و بیشترین جاها رو بازدید کنید. دیدن این ویدیو رو به همه شما عزیزان توصیه میکنم، حتی اگر فعلا قصد سفر این شهر رو ندارید، ولی قطعا یک روز به دردتون خواهد خورد. سعی کنید دو هفته قبل از سفر کتابچه کوپن‌های مجانی یا تخفیف‌های نصف قیمت رو که در تصویر می‌بینید از طریق وبسایت زیر سفارش بدید که حدود 50 دلاره، ولی با خرید این کتابچه مبالغ بسیار بیشتری رو صرفه‌جویی خواهید کرد. بهتره بعد از دریافت چمدان‌ها در فرودگاه لاس وگاس یک سیم کارت تلفن همراه رو از دستگاه اتوماتیک خریداری کنید که در مسیریابی، دریافت اطلاعات مفید و رزرو تاکسی اینترنتی به شما کمک خواهد کرد. معروف‌ترین هتل‌های لاس وگاس در دو بخش اصلی شهر قرار گرفتن. منطقه دانتان که هتل‌ها قدیمی‌تر و کوچک‌تر هستند و با فاصله کمتری از هم قرار گرفتن، هزینه‌اش نسبتاً پایین‌تره و امکان بازدید و پیاده روی تو این منطقه وجود داره و چیزای زیادی رو میشه تو منطقه بازدید کرد. اما اگه دنبال هتل بسیار بزرگ و بسیار باشکوه هستیم، ما تشریف ببریم به منطقه استریپ که هتل ها نسبتاً گرونتر هستن و فواصل نسبتاً زیادی هم از هم دارن. برای جابجا شدن حتما تاکسی بگیرید. اگه محل اقامت شما در داونتاون هست، باید در زمان رسیدن به فرودگاه لاس وگاس تشریف ببریم به ترمینال 3 و از اونجا گیت یا خروجی شماره 44 رو بگیرید، با اتوبوسایی به اسم وکس تشریف ببریم به داونتاون و 2 دلار هزینه داره به جای 40 دلار. اما اگه در منطقه استریپ هتل گرفتین حتما تاکسی بگیرید. دوستان عنایت داشته باشید که در شهر لاس وگاس اماکن توریستی فراوانی برای بازدید وجود داره. بهترین کار اینه که از قبل برنامه‌ریزی کنید و ببینید کجا مورد علاقه و پسند شماست که وقتتون تلف نشه. اگه فقط به قمار علاقه دارین که میریم به قمارخونه و کازینوهایی که پیدا کردنشون خیلی راحته، همه هتل‌ها کازینو دارن. اما اگه علاوه بر کازینو به فعالیت‌های دیگه و بازدید از جاهای توریستی دیگه علاقه‌مند هستید، حتما از روی وبسایت‌های مختلف چک کنید و ببینید که کدوم‌ها مورد پسند شما هست. اگر تعداد جاهایی که میخواین بازدید کنید خیلی زیاده، بهتره که یک پس یا یک به اصطلاح بلیت نامحدود بگیرید که اعتبارش معمولاً 2، 3، و یا 5 روز هست. یه مبلغ ثابتی پرداخت میکنید و از تمام اماکن توریستی به طور نامحدود در طول اعتبار این کارتی که خریداری میکنید میتونید استفاده کنید. خریدش هم از روی اینترنت خیلی راحته، یا اینکه میتونید از روی موبایل اپلیکیشنی رو دانلود کنید به اسم Las Vegas Pass. اسم وبسایتش هم دقیقاً همینه، lasvegaspass.com، و خلاصه با این کار میتونید مبالغ زیادی رو صرفه جویی کنید. اینجا برج ایفل هست در لاس وگاس و مثل همه برج‌های دیگه مدار مشکل تصویر برداری داره به خاطر سکیوریتی نلدار که دورش داشتن. چند تا سوراخ هم گذاشتن ولی خب دیده بسیار محدودی میده. یکی از کارهای جالبی که میشه اینجا کرد یک کلک مرغابیه که میای دوربین موبایل تو میذاری جلوی یکی این سوراخ‌ها، یه دونه عکس توپ از بالا به پایین بگیری، ماهواره‌ای بعد اینجوری دیگه یه سور میزنی به گوگل مپ. حیفشو بکنین و حالشو ببرین.
Hallelujah, 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 hallelujah,